اقدام عجیب عراقی ها در مسدود کردن اموال ایران. شرکت ملی گاز ایران در بیانیه‌ای از مسدود شدن نیمی از مطالبات خود از طریق فروش گاز به عراق در یکی از بانک‌های این کشور خبر داده است. در بیانیه شرکت ملی گاز آمده است وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل 5 میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ 3 میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیر قابل استفاده مانده و بیش از 2 میلیارد دلار از بدهی سررسید شده وزارت برق نیز هنوز اساساً از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده است. اینها طرف عراقی طبق قرارداد فیما بین بیش از 1 میلیارد دلار نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم نقدی بدهکار است. بیش از 1 میلیارد دلار نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم قراردادی بدهکاری دارد. صادرات گاز توسط شرکت ملی گاز ایران به عراق امری اقتصادی و تجاری است، در حالی که طرف ایرانی با بستانکاری بیش از 6 میلیارد دلاری از طرف عراقی از هیچ منفعتی برخوردار نشده است. هدف از صادرات درآمد است و این پول برای غذا و دارو مصرف می شود. لذا این شرکت پس از اخطارهای مکرر قراردادی که متاسفانه با بیتوجهی طرف عراقی روبرو شده، طبق مفاد قرارداد نسبت به کاهش مقدار گاز صادراتی اقدام کرده است. در هر حال شرکت ملی گاز ایران خود را متعهد به اجرای دقیق قرارداد منعقده می داند. برای دانستن تازه ترین ها در ایران، منطقه و جهان و حمایت از ما، لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شید.